بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 خرداد ماه 1400 برابر با 13 جون 2021 هست. نظام الدین میثاقی هستم و سرافرازم که مثل هر هفته با من همراه هستید تا آخرین ها رو که من گردآوری کردم با هم مرور بکنیم. اول میپردازم به ایران که در اونجا مشکل کمبود دوز دوم واکسن برای 75 سال به بالاها الان بحرانی شده و مقداری نگرانی هست از اینکه چقدر فاصله بین این دوزها خواهد افتاد و چقدر زود این گروه آسیب پذیر به ایمنی خواهند رسید. مقداری مشکلات ساختاری هست و مقداری هم مشکلاتی هست که نهادهایی که قول داده بودند که مقداری واکسن به ایران بدن، اونها ددلاین های خودشون رو متاسفانه نتونستن رعایت بکنن و تعداد واکسن های موجود در ایران متاسفانه هنوز بسیار کم هست و درصد واکسینه شدگان در ایران به هیچ وجه هیچ گونه نزدیکی به ایمنی گروهی نداره و حدود بالاتر از 1% هست. خب میرسیم به آمار کووید 19 در دنیا. 176 میلیون و 553 هزار نفر تا کنون به صورت تایید شده کووید 19 رو مبتلا شدن. 3 میلیون و 813 هزار نفر تا کنون جان باختن. شمار روزانه مبتلایان اکنون 414 هزار در دنیاست و شمار درگذشتگان اکنون در دنیا در روز 11500 تن گزارش شده. در آمریکا شمار مبتلایان تایید شده 34 میلیون و 300 هزار نفر، شمار درگذشتگان 615 هزار نفر و شمار روزانه مبتلایان اکنون 16 هزار نفر، مبتلایان جدید روزانه و شمار درگذشتگان 480 هست. هر دوی این شماره های اخیر که به شما ارائه کردم تقریبا در 11 ماه گذشته پایین ترین بوده و نشان از آغاز ایمنی جمعی در آمریکا داره. در ایران 3 میلیون و 28 هزار تن تا کنون به صورت تایید شده کووید 19 داشتن. شمار درگذشتگان 82 هزار نفر و شمار روزانه مبتلایان اکنون 9700 نفر و شمار درگذشتگان در روز اکنون 120 تن گزارش شده. در سالی که گذشت که سال 2020 بود در آمریکا به طور خاص مرگ و میر نه تنها از کووید 19 بلکه از بیماری‌های دیگر مثل دیابت و بیماری‌های قلبی هم بسیار بالاتر بود نسبت به سال‌های گذشته. در تاریخ آمریکا سال 2020 مرگبارترین سال ثبت شده بوده. سال 2020 تکرار می‌کنم که مرگبارترین سال ثبت شده بوده. شاید یکی از دلایل این که بیمارانی که دیابت و یا بیماران قلبی داشتن در سال گذشته اگر هم مشکلات وخیمی داشتن سعی می‌کردن به خاطر حراس از رفتن به پزشکشون و مراجعه کردن به کادر درمان تأخیر در درمان خودشون ایجاد کردن و شاید این خودش باعث مرگ و میر زودرس در بعضی از این افراد شده. در این حال همین الان داده های کووید 19 رو برای مرگ و میر در آمریکا که بالای 600 هزار تن هست برای شما گزارش دادم. ما باید وقتی که به مرگ و میر میپردازیم به مرگ و میر مستقیم و غیر مستقیم بپردازیم. مستقیم کسی هست که به صورت آزمایشگاهی ثابت شده که بیماری کووید 19 رو داشته و از طریق اون جان باخته. یک سری ها هم غیر مستقیم هست به خاطر عواقب پاندمی مثل مراجعه نکردن به پزشکان برای بیماری های مزمنی دیگر. کسانی هستند که کووید رو نمیگیرن برای از بیماری های دیگر جان میبازن.
معمولا در آمریکا در این سالهای اخیر یک انتظاری میره از اینکه در هر سال چند تن آمریکایی فوت میشن حدودا. مثلا در سال 2019 2,800,000 تن در آمریکا فوت شده بودند. خب این سال پیش از سال 2020 یا سال پاندمی بود. در سال 2020 این عدد فرای 3.5 میلیون تن بود. یعنی اینکه یک جهش 23% از سال 2019 تا سال 2020 گزارش شده. اگر اون 23% رو بیایم محاسبه بکنیم، بالاتر از 800,000 مرگ اضافه فقط می‌بینیم که در سال 2020 اتفاق افتاده. این بسیار عدد معنیداری از نظر آماری هست، به این دلیل که معمولاً تفاوت بین هر سال با سال پیشین و سال پس از اون حدود 1 تا 2% بیشتر نیست. این جهش 23% نشون میده که بیش از 800,000 تن که در آمریکا فوت شدن و ما حدوداً 600,000 تن رو به کووید 19 نسبت دادیم و البته در 2020 به طور خاص کمتر توی 500,000 بود، اون 300,000 تن ممکنه به صورت غیر مستقیم از عواقب پاندمی از بین رفته باشن. به هر حال سال بسیار سختی رو گذروندیم، اما دسترسی به واکسن‌ها که بسیار تأثیرگذار بودن باعث شده که سال 2021 به مرگباری سال 2020 نباشه. در این حال چون شماره ها بهتر شده و تقریباً همه بین دوستانشون کمتر دیگر میشنون که کسی برای کووید 19 به بیمارستان ها میره، خیلی ها مقداری منصرف شدن از واکسن زدن. حتی جوانها چون فکر میکنن که اگر هم کووید 19 بگیرن پناه ناپذیر هستن و مشکل بزرگی براشون ایجاد نمیشه، یک چیزی حدود 26 میلیون دوزی که در دسترس بوده و میتونسته زده بشه در هفته های گذشته زده نشده و روی قفسه ها باد کرده و الان دولت آقای بایدن یک صحبتی کرد که ما 500 میلیون دوز واکسن رو به کشورهای دیگر صادر خواهیم کرد برای اینکه در حد دنیا بتونیم زودتر به یک ایمنی برسیم و از به وجود اومدن گونه های جدید بتونیم پیشگیری بکنیم. خب مرکز کنترل و پیشگیری بیماری که CDC در آمریکا نام داره و یک نهاد دولتی هست، یک گزارشی تهیه کرد که مکمل گزارش هفته پیش بود و اون در مورد میوکاردیت یا میوکاردیتیس و التهاب قلب بود که به ویژه در جوانان پسری که دریافت میکنن واکسن رو دیده شده بود. با عنوان مثال توضیح داده بود که با اینکه گروه سنی بین 12 تا 24 سال فقط 9% دریافت کنندگان کل واکسن بودند، اونها بیش از 50% کسانی بودند که این التهاب قلب رو تجربه کردند. اما خب ما باید این رو در حالت ریسک و فایده و آماری بهش نگاه کنیم. از نظر ریسک و فایده، فایده واکسن زدن بسیار بهتر هست از ریسک گرفتن التهاب قلب. این مسئله اول. مسئله دوم این هست که اکثر کسانی که مبتلا شدن بسیار به صورت خفیف این مسئله رو داشتن، یا درد قفسه صدری داشتن، یا قلبشون به صورت نامنظم زده و یا احساس تنگی نفس داشتن و وقتی که مراجعه کردن به مراکز درمانی معمولاً بستری هم نشدن و با داروهای ضد التهاب حالشون در عرض چند روز بهتر شده. اکثریتشون بعد از دوز دوم این واکسن‌های mRNA یعنی یا فایزر یا مدرنا مبتلا شدن به این مشکل، ولی خب بعد از دوز اول هم دیده شده. 573 کیس التهاب قلب تا کنون گزارش شده که 475 تاش زیر سن 30 هست و اکثریتشون در مردان گزارش شده. خب این عددها به نسبت بالای 1 میلیون که این واکسن رو دریافت کردن باز هم بسیار ناچیز هست و چون مشکل هم خفیف هست حتما واکسن زدن بسیار فایده بیشتری از ضرر واکسن نزدن داره. این رو هم خاطر نشان بکنم که خود بیماری کووید 19 یعنی کسانی که مبتلا به خود
ویروس کرونا میشن، اونها ما از طریق کاردیاک امارای، یعنی امارایی که از قلب گرفته میشه، این داده ها رو داریم که تا ماها بعد علائم التهاب قلب در اونها هم دیده میشه. یعنی اینکه یا خود ویروس این قابلیت رو داره که به ماهیچه قلب حمله بکنه و اونجا التهاب ایجاد بکنه، و یا سیستم ایمنی ما وقتی که پادتن میسازه نسبت به ویروس، اون پادتنها در بعضی از دریافت کنندگان احتمال داره که به صورت اتفاقی با بافت قلب کنش و واکنش نشون بدن و اونجا ایجاد التهاب بکنن. خبر خوب این هست که این یک مشکل سلف لیمیتد و یا محدود هست و خودش رو از بین خواهد برد و تا کنون مشکل بسیار بزرگی دیده نشده. خبری از شرکت جانسن اند جانسن و جنسن فارماسوتیکال آمد در مورد واکسن اونها. یادآوری میکنم که واکسن جانسن و جانسن تنها واکسنی است که تنها یک بار زده میشه و واکسنی هست که تکنولوژی وکتور آدنوویروس رو داره، یعنی اینکه چند تا ژن کلیدی کرونا رو گرفتن، وارد یک ویروس غیر بیماریزا در انسان کردن و بعد اون ویروس غیر بیماریزا که آدنوویروس هست رو به انسان تزریق کردن که بعد انسان بتونه نسبت به اون ژن‌های خاص پروتئین هایی بسازه و بعد نسبت به اون پروتئین ها بتونه پاتن بسازه. این شرکت یک توضیحی داد که توی آزمایشگاه نسبت به چندین گونه مختلف، گونه های آلفا، بتا، گاما و اپسیلون که در واقع آفریقای جنوبی، انگلیس، برزیل و همینطور هندوستان هست، این گونه ها ایمنیزایی خوبی داره به نسبت، و نشون داده که کسانی که این واکسن رو دریافت میکنن از بیماری شدید در ایمنی خواهند بود. و این داده ها رو در ژورنال نیچر که یکی از معتبرین ترین ها در رشته ما هست چاپ کرده بودن. واکسیناسیون وقتی که آغاز شد از دسامبر سال 2020، اول برای بزرگسالان، کسانی که بالاتر از 75 سال و بعد بالاتر از 65 سال بودند شروع شد. و جای شگفتی هم نیست که وقتی اون گروه رو ما دنبال میکنیم، مرگ و میر از کووید در اون گروه ها که رفتند و واکسن رو دریافت کردن بسیار آمد پایین، و اتفاقا بیمارستان ها تعداد اونایی که خیلی مریض سخت رو تجربه میکردن کمتر شد، و اون گروه اولین گروهی بودن که تعداد مرگ و میرشون از آمار کرونا تقریبا حذف شد. این خودش نشون دهنده کارایی و اثرگذاری بسیار خوب واکسن ها در آمریکا هست، که مخصوصا برای کسانی که هنوز نگران هستن که آیا این واکسن فایده داره براشون، و هنوز نگران هستن که آیا این واکسن قرار اونها رو مغناطیسی بکنه و این گونه تئوری های توطئه، خدمتشون عرض میکنم که هرگز این گونه نیست. این واکسن نه درش فلز داره و نه درش مغناطیسی داره، و این حرف های بیهوده رو باور نکنید. باور بکنید که داده ها برای اثر بخشی واکسن ها بسیار قوی هست، و کسانی که واکسن رو دریافت کردن اکثریتشون از مرگ وارهیدند به خاطر بیماری کووید 19. با همه این اوصاف یک نظرسنجی انجام شده بود، چون میدونیم که الان در آمریکا حدود 63% بزرگسالان حداقل یک دوز واکسنشون رو دریافت کردن. آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که من خیلی دوست دارم که ما یک هدفی قرار بدیم که این عدد برسه به 70% تا 4 جولای، که برای آمریکا روز مهمی هست از نظر روز استقلال. خب این نظرسنجی انجام شده بود که آیا فکر میکنید که شما که واکسن نزدید واکسن میزنید بین الان تا 4 جولای یا خیر، چون واکسن های زیادی الان روی قفسه ها در شرف انقضا هست. و حدود 78% کسانی که واکسن رو نزدن گفتن که حتما نمیزنیم یا احتمال خیلی زیاد نمیزنیم. متاسفانه هر گونه که فکر میکنید در فضای پسا حقیقت
زندگی میکنیم که در این فضای چندین صدایی به هر کسی صدایی داده شده که سعی بکنه که ایجاد شک و شبهه بکنه. و یادتون باشه توضیح تاریخی که دادم که تفاوت سال 2021 با 1955 چیست، که در سال 1955 وقتی واکسن فلج اطفال به بازار آمد چقدر در اون زمان آدم‌ها به دولتشون احساس اعتماد داشتن و همه صف کشیدند و اون فلج اطفال رو تقریبا در آمریکا ریشه‌کن کردند. ولی اکنون که اینقدر این واکسن‌های کنونی ایمن‌تر هستند و ایمنیزاتر هستند، متاسفانه یک فضایی است که در اون ایجاد شک و شبهه زیاد هست و بسیاری و بسیارانی خودشون و دیگران رو محروم می‌کنند از این درمان و پیشگیری بسیار قوی و بسیار تاثیرگذار. همطور که عرض کردم، ایالت‌ها بسیاریشون هشداری دادن و بیانیه‌ای صادر کردند که مثلا واکسن‌های جانسون و جانسون بسیاری دارن که روی قفسه‌هاشون باد کرده، در شرف انقضا هست و اگر که استفاده نشه اینها باید به زودی دور ریخته بشه. اینها رو آقای اندی سلاویت که یک مشاور کاخ سفید هست در مورد پاندمی در گزارش خودش نوشته بود و صحبت سر این هست که آیا میتونن سعی بکنن که یک بیانیه صادر بکنن که تا یک تاریخی حتی بعد از تاریخ انقضا از این واکسن ها استفاده بشه و یا این واکسن ها هرچه زودتر بتونه صادر بشه به جاهایی که مردمش آرزو دارن دسترسی به این واکسن ها داشته باشن، من جمله ایران خودمون که متاسفانه از نظر مدیریت و دسترسی به واکسن بسیار از بقیه دنیا عقب موند. من در مورد گونه دلتا صحبت کردم پیش از این، نام دیگری است برای همون گونه هندی. میدونم که بعضی از هندی ها خوششون نمیاد که ما بگیم گونه هندی، ولی خب چون اون اولین بار در اونجا شناسایی شد، فکر میکنم که منظور ما فقط شناسایی است و مسئله دیگری نیست. که اون گونه هندی هم در آمریکا پیدا شده و حدوداً 6% مبتلایان جدید کووید 19 در آمریکا اکنون مبتلا به همون گونه هندی یا گونه دلتا هستند که الان در موردش صحبت کردم. این گونه به طور خاص به نظر میاد که واگیردارتر باشه، بار ویروسیش در بیماری که مبتلا شده بیشتر هست، برای همین کسی که مبتلا هست خیلی راحت تر میتونه این رو به دیگران منتقل بکنه. اما خب خوبی داستان این هست که فایزر خبری داد در مورد دو گونه مختلف، B1617.2 و B1351 که گونه دلتا گونه هندی یکی از این دوتا هست، اون 617 هست، و توضیح داد که ما مطمئن هستیم که ایمنیزایی واکسن ما بسیار خوب هست نسبت به این ویروس گونه هندی. پس میخواید اگر که نسبت به این گونه هندی مقاوم باشید، باید باز هم بازگردید به واکسن های خودمون. جانسون و جانسون هم خبری شبیه این در مورد گونه های مختلف داشت. اجازه بدید که یک صحبتی بکنم در مورد یک بیماری خود ایمنی به نام مایاستینیا گراویس که در فارسی مایاستنی گراویس هم بهش گفته میشه. این یک بیماری هست که بیشتر در زنان اتفاق میفته تا در مردان، مثل بسیاری از بیماری های خود ایمنی دیگر، و بیماری هست که در اون یک گونه پادتنهایی در بدن تولید میشه که اونها حمله میکنن به اون مکانی که عصب با ماهیچه با هم در تماس هستن، که ما در انگلیسی بهش میگیم نوروماسکولار جانکشن. در اون مکان یک گیرنده هایی به نام استیل کولین هستن که نسبت به اون گیرنده ها بدن میتونه آنتیبادی یا پادتن بسازه. اینها بیمارانی هستن که بسیار ممکنه که ضعف ماهیچه داشته باشن. بعضی ها فقط اون ضعف رو در ماهیچه های دور چشمشون احساس میکنن که بهش بالبار مایاستینیا میگن، بعضی ها در بدنشون و یعنی ماهیچه های اسکلتال یا اسکلتی، و
کماکان یکی از مهمترین ماهیچه های بدن ما که ما بهش شاید کمتر تفکر میکنیم، ماهیچه دیافراگم یا ماهیچه تنفسی هست که حالت دو نیم گنبد داره که زیر ریه های ما قرار میگیره و نفس کشیدن، همون نفسی که هم فرو میرود و برمی آید، با کمک دیافراگم ما انجام میشه. خب این ماهیچه ها میتونه تضعیف بشه در این بیماران، مثل بسیاری از بیماران دیگر که مشکلات خود ایمنی دارند. در زمان پاندمی این بیماران باید بسیار ملاحظه بکنن و این هشدار رو از من بپذیرن که این بیماری یک بیماری زمینه‌ای براشون محسوب میشه، به این دلیل که اینها چون مقداری ضعف ماهیچه های تنفسی دارند، اگر بیماری کووید 19 رو به صورت تنفسی تجربه بکنن، کارشون به بیمارستان رسیدن، بستری شدن، دستگاه تنفسی و یا حتی مرگ احتمال بالاتر خواهد بود. و این گروه خاص مخصوصا اگر سنشون بالاتر باشه، یعنی یک مشکل زمینه دیگر داشته باشن، و یا حتی اگر به صورت مزمن از داروهای مثل کورتون و استروئید استفاده میکنن، و یا اگر از داروهایی که سیستم ایمنی رو مقداری تضعیف میکنه مثل ریتاکسیماب استفاده میکنن، اینها همه مزید بر علت میشه که بیماری کووید 19 رو بسیار سخت تجربه بکنن. پیشنهاد من به این گروه که بیماری مایستنی رو دارن این هست که حتما واکسنشون رو، هر دو دوزشون رو بزنن، برای اینکه اصلا ریسک گرفتن این کووید 19 براشون جایز نیست. و اگر عزیزانی دور و برشون هستن، بستگانی دارند که اونها مشکل مایستینیا گراویس ندارند ولی عزیزی دارند در خانهشون یا در خانوادهشون که مبتلا به این بیماری هست، از روی احترام به این شخص حتما برن و واکسن هاشون رو بزنن که احتمال اینکه ویروس رو به اون شخص مبادا منتقل بکنن کمتر و کمتر باشه. یکی از اتفاقاتی که در این پاندمی افتاد استفاده بی‌رویه از آنتیبیوتیک بود. در اوایل پاندمی بسیاری مخصوصا در ایران بهشون داروی آزیترومایسین داده میشد که در آمریکا به اختصار بهش زیپک گفته میشه که یک داروی 5 روزه هست. خب یک داده هایی در دست من آمد که من فکر میکنم خیلی مهم هست، در جورنال لنست میکروب چاپ شده بود. صحبت که میکنن این هست که مشکلات باکتریایی ثانوی با ویروس کووید کرونا و بیماری کووید 19 اتفاقا نادر هست و استفاده از آنتیبیوتیک در بسیاری از این بیماران جایز نیست، برای اینکه ممکنه مشکلات دیگری براشون بیافرینه، مثل مشکل مقاومت باکتری نسبت به آنتیبادی آنتیبیوتیک، و همینطور میتونه حتی تضعیف سیستم ایمنی رو بکنه، برای اینکه آنتیبیوتیک که میخوریم بسیاری از باکتری های خوب بدن ما که در روده بزرگ ساکن هستن رو هم ممکنه که تحت تاثیر قرار بده و از بین ببره. به همین دلیل آنتیبیوتیک فقط در شرایطی باید داده بشه که یک دلیل خوب بالینی براش وجود داشته باشه. در بسیاری از مسائل کرونا این دلیل وجود نداشته و بسیاری این رو دریافت کردن متاسفانه. و این ایده ای که آزیترومایسین خودش فعالیت ضد ویروسی داره ثابت نشده هست، برای همین من واقعا پیشنهاد میکنم که اگر پزشکی این رو به شما داد حتما باش دوباره مشورت بکنید، مطمئن باشید که منظورش واقعا این بوده که شما این دارو رو مصرف بکنید. خبر دیگر که در جورنال استروک، سکته مغزی، چاپ شده بود، در این مورد صحبت میکرد که بیمارانی که مبتلا به کووید 19 میشن احتمال اینکه سکته مغزی هم به همراهش بگیرن بالاتر هست. سکته مغزی میتونه یک طیفی داشته باشه، یعنی از یک چیز بسیار اندک که ما بهش ترانزینت اسکیمیک اتک میگیم، یعنی یک سکته خیلی خفیف که در 24 ساعت اول کاملا اثراتش از بین میره، میتونه باشه تا اینکه یک خونلخته بزرگی در جای بزرگی از یکی از رگهایی که به مغز میره قرار بگیره و به قسمت بزرگی از مغز بهش اکسیژن نرسه، و بعد از اینکه چند ساعت این
گذشت از وجود اون لخته در اون سرخرگ، بیمار دیگه بیمار سابق نیست و بسیار شرایطش عوض شده. این با هر چقدر سن بالاتر باشه احتمالش بیشتر هست، ولی در بعضی از جوانان هم گزارش شده، یعنی اینکه یک مشکلی در این بیماران ممکنه ایجاد بشه که برای همیشه زندگیشون رو تغییر بده. و صحبت زیادی هست، داده ها رو در دسترس دارم در این گزارش خاص در مورد 432 نفر که سکته های بسیار بزرگ داشتن با کووید 19 صحبت شده که در 17 کشور مختلف اینها بودن و گزارش شدن و در یکی از سرخرگ‌های اصلی که به مغز میرفته این خونلخته ها به وجود آمده. و همین دلیل هست که دوباره همه راه ها به واکسن برمیگرده. واکسن زدن این ریسک‌هاش بسیار کمتر و اندکتر هست نسبت به خود بیماری کووید 19. اما ما در مورد مشکلات زمینه‌ای بسیار صحبت کردیم. امروز یک بیماری مثل مایستینی گرویس رو بهش اضافه کردیم. من یک چیز دیگر که بیماری نیست ولی مشکل زمینه‌ای هست رو اضافه می‌کنم و اون عدم تحرک یا بی‌تحرکی است. در زمان پاندمی که خیلی ها قرنطینه بودند و در خانه محبوس بودند و به باشگاه‌های ورزشی نمی‌رفتند و راهپیمایی نمی‌کردند از بیم اینکه کووید 19 بگیرن، اینها متأسفانه مبتلا به مشکل بی‌تحرکی شدند. بی‌تحرکی خودش یک ریسک بزرگی هست که اگر شما تاریخ بی‌تحرکی داشته باشید و بعد کووید 19 رو بگیرید، یه چیزی حدود 2.5 برابر ریسک بالاتر بیمارستان رفتن و یا مرگ و میر از این ویروس نحس رو دارید. و همین دلیل این هست که بی‌تحرکی رو نمیتونید به هیچ وجه توجیه بکنید. من پیشنهاد میکنم که حتی اگر در منزل هستید، دورکاری میکنید، از وسایل و اپ‌های استفاده بکنید که حداقل تعداد قدم‌هاتون در روز رو بتونید دنبال بکنید، فعالیتی بکنید که یک مقدار عرق بکنید، ضربان قلبتون رو بتونید بالا ببرید اگر که براتون مناسب هست و بتونید که از بی‌تحرکی جلوگیری بکنید. بی‌تحرکی یک مشکل زمینه‌ای برای بیماری‌های قلبی هم هست که در واقع ما بهش میگیم inactivity یا sedentary lifestyle. اینها مشکلاتی هست که من پیشنهاد میکنم که خیلی بهش توجه بکنیم، چون کارهایی هست که ما خیلی به راحتی میتونیم عوض بکنیم در روش زندگی خودمون. آخرین حرف که میخواستم بزنم این هست که این گونه ها که از جاهای مختلف در موردش صحبت میکنیم از کجا میان؟ بزرگترین کارخانه گونه سازی انسان ها هستند و انسان هایی هستند که احتمالاً یک نقصان ایمنی دارند. به دلایل مختلف انسان ها ممکنه نقصان ایمنی داشته باشن. این میتونه اکتسابی باشه مثل بیمارانی که HIV و AIDS دارن، و یا میتونه مشکل ژنتیکی باشه، و یا میتونه مشکل خود ایمنی باشه، و یا میتونه مشکل کسانی باشه که پیوند اعضا دریافت کردن و باید داروهایی بخورن که بدنشون پس نزنه اون عضو دریافت شده رو، و به خاطر همین خیلی از اینها ماها ممکنه که بعد از اینکه کووید 19 رو میگیرن هنوز ویروس به صورت فعال در بدنشون وجود داشته باشه. در چنین کسانی وقتی که ویروس مدت بیشتری داره برای رشد و برای تکثیر، احتمال ایجاد و زایش یک گونه جدید، زایش رو البته در گیومه استفاده میکنم چون ویروس ها نمی زایند، خیلی بیشتر هست. به عنوان مثال یک خانومی در آفریقای جنوبی به مدت 216 روز در بدنش ویروس فعال کرونا به هنوز وجود داشته. 216 روز. چرا؟ برای اینکه این خانم مبتلا به بیماری HIV AIDS بوده و خب 32 جهش مختلف فقط در بدن این یک بیمار در عرض این 216 روز دیده شده. در بسیاری از کسانی که مشکل ایمنی ندارن که ویروس کرونا در یک فاصله 10 روزه معمولا فعالیتش بسیار کم میشه و معمولا بیمار فائق میاد بر اون و بهبود پیدا میکنه، در اونها اتفاقا ایجاد گونه های جدید بسیار کمتر هست.
روش دیگر هم تعداد هست. این یک روش آماری است که هر چقدر آمار کووید 19 در یک کشور بالاتر باشه، تعداد گونه های جدید بالاتر هست. کما اینکه در چند ماه اول پاندمی در مورد گونه های جدید تقریبا هیچ وقت نشنیدید، ولی در چند ماه واپسین سال 2020 و چند ماه اول سال 2021 خیلی در مورد گونه های جدید شنیدیم و اون گونه های جدید اغلب از کشورهایی می اومد که در اون کنترل کووید 19 بسیار محدود بود. پس دوباره این راه هم منتهی به دریافت واکسن میشه، مخصوصا که در بین ما کسانی هستند که مشکلات ایمنی دارند که خودشون حتی ممکنه آگاه نباشن به این مشکلات، اما اگر تقریبا همه واکسن بزنن، حتی کسانی که مشکل ایمنی دارن، احتمال اینکه رو در رو بشن با ویروس و بعد بیش از 200 روز ویروس در بدنشون فعالیت بکنه و گونه های جدید در بدنشون به وجود بیاد بسیار کمتر خواهد بود. دوستان عزیز، به 30 دقیقه امروز رسیدیم. این پایان برنامه هفتگی من با شما بود. امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. من تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی میکنم. از شما استدعا میکنم که به کانال کبیر تیوی در یوتیوب برید و اونجا سابسکرایب بکنید و ما رو اونجا دنبال بکنید، چون ویدیوهای جدید همیشه اونجا میان. اگر ترجیح میدید که برنامه ها رو به صورت صوتی گوش بدید، حتما میتونید به اپل پادکست و یا سپاتیفای پادکست تشریف ببرید و در اونجا به صورت صوتی دنبال بکنید که منو با این کلاه خنددار نباید ببینید یا لازم نباشه که ببینید. به هر صورت خواهش میکنم که مخصوصا به دوستان فارسی زبان که دسترسی ندارن به آخرین ها که بیشتر به زبان انگلیسی چاپ میشه در ژورنال های معتبر، این برنامه رو معرفی بکنید. ما تا اونجایی که من میدونم تنها برنامه هفتگی به زبان فارسی هستیم که در مورد کووید 19 صحبت میکنیم و سعی میکنیم که در تزیید معلومات شنوندگان و بینندگانمون بکوشیم. جای تقدیر هم دارم از همکار عزیزم که به صورت بیوقفه و خستگی ناپذیر تلاش میکنن برای کبیر تیوی، آقای بیژن مظفری، که همیشه همراه و همگام با من برنامه ها رو ویرایش میکنن و در دسترس شما عزیزان قرار میدن. درود به ایشون هم میفرستم. خوب و خوش باشید تا هفته آینده.